اینا رو هم تمیز کنیم که تمیزکاری اساسی بشه. بچرخ بچرخ نانای کن نانای 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 پسرم نانای 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 قشنگم آفرین. سلام سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و عالی باشین. به یکی دیگه از ویدیوهای من خوش اومدین. ممنون که همراه من هستین و وقت میذارین. امروز ما میخواییم خونه رو تمیز کنیم، یعنی یه تمیزی اساسی. پری روز که اومدیم منجیل دیگه گفتم این هفته رو نرم رش، بعدش یه ذره کارهای اینجا رو انجام بدم. کار که یعنی دیروز از صبح با سما کشوهای تمام کمدای اتاق سما رو تمیز کردیم، یعنی خودش بیشتر کارشو کرد. لباسایی که نمی پوشه، لباسایی که براش کوچیک شده، همه رو جمع‌آوری کردیم. خودم هم کشوهای خودم و لباسای خودم اینا رو، همه لباسایی که در واقع دیگه استفاده نمی شد و دیگه مونده بود و همه رو جمع کردیم. من همیشه لباس ها رو اینا رو جمع میکنم بعد از یه مدت. بعدش توی اتفاقا یکی از ویدیوهام بود، دیدم که یه خانمی کامنت گذاشته اگر لباسایی که داری استفاده میکنی بفرست من بدم به جای. من راستش خودم همینجا چند تا خانواده هستن، جایی هستن که همیشه منتظرم. من مثلا هر فصلی که تغییر میکنه یا برای عید یا خونه تکونی که میکنم کشو و کمدا رو تمیز میکنم، حالا لباس یا وسیله یا چیزایی که استفاده نمیشه و مونده میبرم میدم بهشون. دیگه همیشه اونو چشم انتظارن، به خاطر همین جای دیگه نمیتونم بدم، دیگه میبرم بهشون. چون مثلا بچه داره که یه ذره سما کوچیک داره، قشن لباسای سما بهش میخوره، بعدش لباسای مثلا حالا چیزی که مال خودمه به خانمه میخوره، دیگه قابل استفاده است براشون کاملا. آره یه سری لباس هم که دیگه اصلا اگه بخواد مثلا لکون یه چیزا داشته باشه یا اینا رو اصلا مال بچه ها رو نمیدم، خب درست نیست به نظر من. اونا رو حالا یا یه چیزای دستگیره میکنم برای مثلا جای پاک کردن کف یا چیز نخی اگه جای باشه، یه سیرم که اگه دیگه قابل استفاده نباشه واقعا میندازم دور، ولی چیزای خوبو حتما میدم که استفاده کنن. دیگه دیروز از صبح درگیر کمد و کشوها بودیم تا شب که همه جمع آوری کردیم، یه سری بردم گذاشتم داخل ماشین، دو تا مشمع اینجا مونده که بعد ببرم داخل ماشین. امروزم دیگه گفتم که حالا که کشوها تمیز شده به یکی، یه خانومی که هستش که بعضی اوقات که کار دارم یا خونه تکونی اینا میخوام بکنم میگم میاد کمکم، گفتم بیاد که با هم دیگه از بالا خونه رو قشنگ جاروبرقی حسابی بزنیم. ما که نبودیم چند روز، در بالا آسای باز گذاشته، خاک تمام اومده طبقه بالا، خیلی خاک شده بود. بعد دیگه از بالا گفتم جاروبرقی تراس مراس همه رو بشوریم تمیز بکنیم تا پایین یه تمیزی اساسی بشه. بعدش هم که الان منتظرم که خانم بیاد، بچه ها البته هنوز خوابن، ساعت 8 صبح، من خیلی وقت بیدار شدم. البته نهارم هم درست کردم، برای نهار قرمه سبزی بار گذاشتم. سعید که نیست، امروز نهار نمیاد، بعد سمون که قرمه سبزی دوست نداره، بخاطر همین خیلی درست نگه اندازه خودم و همون خانم درست کردم، ولی بازم زیاده، بازم زیاد میاد. دیگه الان هم که ایشون بیاد شروع کنیم به کارو، بعدش باید برم وسط کار، باید برم بیرون یه ذره برای خونه خرید اینا بکنم، برگردم بیام ادامه کارا. خلاصه این از روز ما و کارامون. الان هم یه سری اینا به مشم اینا رو وسیله اینا مونده، اینا رو هم ببرم تو ماشین، اینا میخوام ببرم به اونایی که قبلا گذاشتم. کیفای مدرسه سمام چند تا کیف داشت که استفاده نمیشد، دیشب اینا رو همه رو شستم، یعنی ریختم توی ماشین لباس شویی شستم که تمیز باشه، میخوام بدم بهشون استفاده کنن. دوست ندارم چیزی مثلا یه وقت کثیف باشه یا مثلا لکی چیزی داشته باشه بخوام بدم به کسی، احساس میکنم یه نوع بی احترامی، باید یا نو باشه یا در حد نو باشه آدم یه چیزی به کسی میده. و دیگه اینا رو هم ببرم بزنم تو ماشین کنار بقیه وسیله ها که ببرم تحویلشون بدم. دیگه برم منتظرم تا خانم بیاد، هنوز نیومده. بهش گفته بودم 8 و نیم اینجا باش، دیگه الان 8 و نیم فکر کنم دیگه کم کم برسه.
اینم از قرمه سبزیمون که سبزیش هم اضافه کردم، دیگه ریز ریز قول میزنه جا بیفته تا زور. یه برنج رو برخیز کنم که دم زوری برنج رو بذارم. بعد میخوام یه کار دیگه بکنم. این فرش خب فرش 6 متری اونجا بود، اونو جمع کردم آوردم گذاشتم اینجا. تصمیم دارم که این میز ناهارخوری رو امروز، من به خاطر اینکه صدرا اینجا بازی میکرد و مثلا اینجا به خاطر اینکه باز باشه میز ناهارخوری همیشه اینجا میذاشتم که نزدیک آشپزخونه باشه. بعد اینو برداشتیم بردیم گذاشتیم اونجا که این فضا باز باشه، برای خودش میخواد بازی کنه، توپ بازی کنه، راحت باشه. دیگه الان تصمیم گرفتم که میز ناهارخوری دوباره برگردونم بیارم سر جاش بذارم اینجا، که اگه مهمونی چیزی هم که میاد راحت از میز ناهارخوری بتونه استفاده کنه، چون اونجا که هست خیلی استفاده کردن سخته، نمیشه زیاد استفاده کرد. بعد این فرش رو ببرم بپن کنم اونجا که خالیه. دیشب هم یه سری ملافه و اینا رو شستم همه رو. اینم اینجا پنگ کردم، ببینید چه خوشگله کنار این میز و پیانو و اینا. کرم قهوه‌ای دست بافه یه خانومی بافته که کلی کارای خوشگل انجام میده، از رو تختی گرفته تا اینا فرشینه، از فرشینه دست باف، فرشینه تو سایزه مختلف رنگای مختلف همه رو میبافه. حالا اگر کسی پیجش رو خواست بگه، من داخل کامنت ها براش پیجش رو بذارم. کاراش خیلی خوشگله، ببینین. دوست داشتم این کنج یه ذره متفاوت باشه با بقیه جاها. بعد این قسمت میخوام یه دونه صندلی راک بگیرم بذارم. حالا فعلا این میز رو گذاشتم، بس صندلی راک رو بذارم اینجا، خیلی قشنگ میشه. این از اینجا دیگه میز ناهارخوری جا به جا بشه بیاد اینجا، فکر میکنم خوب باشه نزدیک آشپزخونه. الان پسرم میگه واسه من یه دفعه بام کار دارم، بام میخوام برم. مامان جان مثل منجیل نیست که بری سری برگردی بیار. آره دیگه، دو ساعت سه ساعت باید اونجا بشین تا نوبتت بشه. میزش خیلی سنگینه. وسط کار رفتم بازار هفتگی منجیل خرید کردم دیگه، میوه و سیب زمینی و پیاز و کل خرید داشتم، کار بانکی داشتم، اون لباس ها و کفش و اینا رو که جمع کرده بودیم و همه رو بردم دادم اونجایی که قرار بود ببرم. دیگه اومدم، انقدر گرم بود و یه لیوان آب همینجوری سری سر کشیدم. یه شروع کنم به درست کردن ناهار، اول یه چای دم کنم برای ست خانوم، میوه بشورم یه ظرف بذارم یخچال خنک بشه، اومد پایین برش میوه و چای اینا بذارم. خب قرمه سبزیم هم آماده است، وقت برنجم هم گذاشتم، یکم شنبلیله خشک میریزم که عطر و بوش رو چند برابر بکنه. یه ذره دیگه فقط بمونه آبش کشیده تر بشه و غلیظ بشه. خب
خب یه ظرف میوه شستم، کیک داشتیم، همسایمون برامون کیک آورده بود، گذاشتم با نقل و انجیل و اینا. چایی هم دم کردم، ست خانم بیاد از بالا بیاد پایین، با هم دیگه یه چایی بخوریم، یه خستگی در بکنه. بعدش من نهار حاضر کنم، اونم که ادامه کارش انجام میده. چیه؟ مویز؟ مویز بخوری؟ برو بشون بخور. عافیت باشه. خانم بالایی به من زنگ زد. خب اصل فرمای قربی سبزی. خب تا همین الان درگیر کار و تمیزی و نظافت بودیم با همکاری البته سید خانم عزیز که خانم فوق العاده زحمت کشیه. دوستان یه سوال، من میز نانخوری اینجا برداشتم، اینجا که به شدت خالی شد، ولی خب برای این قسمت یه برنامه‌ای دارم بعداً. الان میز نانخوری اومد اینجا، استفاده کردنش فوق‌العاده راحت شد، یعنی مهمون بیاد خیلی راحت از دور تا دور میشه صندلی‌ها رو کشید و برای غذا خوردن استفاده کرد، ولی احساس میکنم جاش خوب نیست، دم راهه یا جلوی آشپزخونه رو گرفته. ازتون میخوام که نظر بدید توی ویدیو برای من که نارخوری همین قسمت بمونه یا برگرده بره سر جای خودش، جای قبلی که گذاشته بودم، یا بهتر اینجا به نظر شما کجاست. اینجا هم که حالا جای مبلمانه، این ور که نمیشه. حالا بگید دیگه، به نظرتون بگید که خوب شده اینجا یا نه. ساعت 7 غروب شد، فکر کنم از صبح ما درگیریم. الان هم دیگه کارهای داخل تموم شده کلن، چای تازه دم کردم با سید خانم بخوریم. سید خانم هم زحمت کشید رفت حیات و اینا رو هم بشوره.
هوایش. اینها رو هم تمیز کنیم که تمیز کاریم اساسی بشه. مسئول برقی که مشکیه خیلی باید تمیز بشه، چون رد دست و لکه آب و اینا خیلی میمونه، به خاطر همین باید من با شیشه پاک کن همشون رو تمیز میکنم، خیلی تمیز میشه. چیزایی که مثلا دشمه داره این قسمت یا مکروفه، این قسمت ها باید خیلی تمیز بشه تو خونه، چون هر کسی میاد انگوششو میزنه به اینجا، حالا یکی شاید از بیرون بیاد بسش تمیز نباشه. این قسمت ها آلودگی زیاده، حتما این قسمت ها رو تونتو اگه همین سطح یخچال رو نمیتونید یا درش اینا رو وقت نمی کنید، و این قسمت هایی که دشمه داره رو من سعی میکنم بیشتر تمیز کنم. جایی که مثلا دستگیر است دست زیاد میخوره، این یخچال ما باید خیلی تمیز بشه، چون که حالت چرمی سطحش، بعد اگه تمیز نکنی حالت جاهاش نشون میده کثیفیه، بخاطر همین باید تون تون تمیز بشه. قسمت یخچال هم همیشه من با چاقو بلند میکنم اینطوری. چه با چاقو بلند میکنی؟ بطور اینکه حالا دستم بود همچه. حالا این قسمت باید تون تون خوش بشه، به خاطر اینکه موقعی که آب میریزی یا یخ میریزی، خود آب و یا یخ اینا اگه بر اینجا بمونه خشک نشه، باعث پوسیدگی این یخچال میشه. مثلا خونه‌ای که رفتم دیدم که یخچال‌ها سایدا از این قسمت شروع به پوسیدگی کردن، به خاطر اینکه وقتی مثلا آب ریخته یا یخ ریخته پاک نکردن، هی آب و یخ مونده بود، دچار پوسیدگی در یخچال شده. هیچی مثل تمیزی خونه، من که خودم اینطوریم، به آدم آرامش نمیده. وقتی خونه تمیزه انگار همه چیز سر جای خودشه، انگار یعنی همین زندگی نظم داره، ولی وقتی اگه خونه بخواد تمیز نباشه انگار آدم آرامش نداره، هیچی سر جاش نیست. وقتی دیگه خونه تمیزه آدم با خیال راحت میتونه به خیلی چیزهای دیگه فکر کنه، برنامه‌ریزی کنه برای زندگیش و کلی تصمیمای خوب بگیره. سر تو چی میخوری؟ مریض میخوره. نه آیه جان چی کارتون؟ نه
پس چی؟ نه سردا چند سالته؟ نه نه آقا سردا اینجا نقاشی کرده. مگه این دفتر نقاشیه که اینجا برداشتی نقاشی کردی؟ مگه دفتر نقاشیه؟ این همه دفتر برای گرفتن نمیدونم چه مشکلی با این تلویزیون بیچاره داره که هر دفعه خب کارای ما تموم شد. ست خانم هم رفته یه خونش. آقا سعید اومد طبق معمول همونطور که فکر میکردم اول که اومد تو گفت چرا میز نارخوری گذاشتی اینجا؟ برگردون سر جاش. اینجا اصلا خوب نیست. من خودم هم نمیدونم واقعا چه کار کنم چون که این نونا رو هم گرفته باید جابجا کنم. چون از نظر استفاده وقتی اینجا هست خیلی راحت میتونیم استفاده بکنیم. دور تا دورش راحت. ولی وقتی بعدش هم ولی وسط میمونه. بعد اینجا هم جزیره هست خیلی پشت هم میشه. این نمیدونم زیادم جالب نیست. اونجا میذارم خیلی قشنگ میشه. یه گوشه هست فقط اصلا نمیشه استفاده کرد. یعنی فقط چند تا صندلی اول. یعنی یه تعداد مهمون بیشتر 4-5 تا میشه اصلا نمیشه استفاده کرد چون جاش خیلی فضاش تنگه. یا باید خیلی بیاد توی هال فضای هال که اصلا خوب نیست. بعدش اصلا نمیدونم برگردم سرجش رو بذارم همینجا. حالا شما حتما به من نظر بدید. دیگه خیلی کار کردیم از دیشب. یعنی من دارم کار میکنم. من وقت ست خانم میاش سعی میکنم یه سری کار رو حتما خودم انجام بدم. اصلا دوست ندارم بهش بگم مثلا سطل آشغال خالی کنه، ظرف بشوره. یه سری کارا واقعا به نظر من دیگه وقتی یه نفر میاد نیرو کمکی اصلا نباید دیگه شیره جونشو بگیری. همین که در حدی که حیاط و تراس رو برای من بشوره و یه از بالا مثلا یه جاربرقی کلی بر من بکنه بر من کفایت میکنه. کارا دیگر رو من اصلا نمیذارم. یعنی تا الان هر وقت اومده اصلا آشپزخونه نداشتم هیچ وقت کاری بکنه. از شب قبل همه آشغالا رو خالی میکنم. دوست ندارم که این کارا رو انجام بده. خلاصه اونم سن سالی ازش گذشته باید براش احترام قائل بود. دیگه خیلی خانم خوبیه. خیلی دوستش دارم جدا از اینکه میاد. بعدش ازش کلا از در کنارش بودنش لذت میبرم. الان میخوام شام درست کنم و یه شام ساده بخوریم. از نهارم قرمه سبزی مونده با پلو. دیگه جاتون خالی حسابی. Thank you.
نام ساده، املت ورقه ای و ماست خیار. کاسه بیارم برای ماست خیار؟ کاسه بیارم نکن. چی درست کردی؟ چی؟ ماشین رو درست کنی؟ ماشین وای وای وای. بگو کار. بگو صدرا. ماشاءالله. پیچ بده. سفتش کن. سفت شد. صدرا. سالا بگو کار. چی؟ بیام اونجا. بچرخ نانای کن. نانای 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 پسرم نانای 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 قشنگم. آفرین. دست سعیده. نمیتونی بچه آقا سعید بابا. پیانو بزن. دست بدن. یا الله. دست. یک دو. ماشاءالله.